آن که هستی نامزو یافت فلک جنبش زمین را مزو یافت به نام نامی خداوند قادر متعال و با تقدیم سلام و سلوات به محضر پیامبر ختم مرتبت سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت اسمت و تهارت ایشان خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی هم سلام عرض میکنم با تمام ادب و احترام بسیار خرسند و مفتخر هستیم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم با شما گرامیان همراه و همسخن هستیم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین روحانی هستیم با موضوع حکمت های قرآنی نصایح پدرانه لقمان حکیم سلام علیکم جناب استاد بزرگوار بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم محضر شما و همچنین خدمت بینندگان محترم سلام عرض بکنم انشاءالله که رحمت صحیح رحمت و سالم و همراه با عافیت و بهروزی در تمام مراحل زندگی قرار داشته باشین ان سلامت باشین بله جناب استاد گرامی هم قسمی که بینندگان شریف ما به یاد دارن و برنامه را دنبال کردن چندمین جلسه هست که ما بحث شروع کردیم تحت عنوان حکمت قرآنی نصایح پدرانه لقمان حکیم اون بخشی از آیاته که در سوره مبارکه لقمان هست که میپردازه به موعظه ها و نصایحی که لقمان حکیم به فرزندش بیان میکنه که خب این نصیحت ها و این پند ها قطعا حکمت آمیز هست و ما این موضوع برنامه قرار داریم بخشی از این نصیحت ها و مواعظه ها بحث شد از جمله این بود که از شرک برحضر داشتن که شما بسیار به خوبی تبین فرمودید که گسترهی داره شرک چه ابعادی داره توحید چه جایگاهی داره اگر کسی مقام توحید از دست بده و ایمان نداشته باشه موحد نباشه چی ضرری را دوچار شده خب در ادامه این نس... نصایح پدرانه ما از زبان لقمان حکیم به فرزندش چی میشنویم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و, و فرجهم کردیم که موعظه متون راهگشای مسیر زندگی باشه اگر انسان تن به موعظه بده و دل به موعظه بسپاره در پرتو موعظه میتونه انسان ظلمتها ها رو از زندگی دور کنه و به نور علم و حکمت آراسته شه بله بزرگان هم توصیه ای که به وعظ و ارشاد و موعظه دیشتن از همین جهت و از همین قالب هست که انسان اهل موعظه باشه از کسانی که مواعظ خوبی در قرآن از او به یادگار مونده جناب لقمان هست که حکمت های مندگاری در لابلای قرآن آیات قرآن از او بره به به یادگار مونده بله فرزند خور موعظه میکرد و اولین گام رو در مسیر تربیت و وعظ و ارشاد این گونه مطرح کرد و این گونه این گام رو برداشت که یا بنی لا بالله و این موعظه رو هم تو با استدلال آمد اقامه کرد که ان شرک ظلم عظیم اول اعتقادات او خصوصا نسبت به مبدع خداشناسی خدا رو انسان باور کنه بهم. و سعی کنه که هیچگاه در دام و دامن شرک قرار نگیره ای اولین توصیه بود که همینطور که حضرت علی بیان فرمودید بیان شد بله. گام دومی که باز در زمینه مواعظ لغمان انسان میتونه مشاهده کنه اینه که لغمان باز با همین روی کرده اعتقادی فرزند خور موعظه میکنه منتها موعظه دوم لغمان معاد رو نشانه گرفته با توجه به این که اولین موعظی و بیشتر جنبه های توحیدی رو در وجود انسان شکوفا میکنه بله. موعظه دوم خود لغمان میایه مطرح میکنه در خصوص ایمان و اعتقاد داشتن به سلای واپسین و آنچه که خدای متعال وعده داده در فردای قیامت در عالم قبر در عالم برزخ و بعد هم قیامت و کبرا از اینجا کلام رو شروع میکنه و موعظه رو ایراد میکنه که یا بنی انها ان تکو مسقال حبت من خردلین فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یعت به الله ان الله لطیف خبیر باز هم با همون روحیه پدرانه که حتما در کنار او تلطف و مهرورزی هم نمایانه بله. زبان به موعظه باز میکنه و فرزند خور توصیه میکنه که ای حزیز من ای فرزند من هستی من جان پدر اگر عمل کرده انسان آنقدر کم باشه آنقدر ریز و ناچیز باشه به اندازه دانه یک خردل و بعد این خان دانه خردل چیه انشالله عرض میکنم این دانه خردل هم در دل آسمان ها و کهکشان های سر فلک کشیده مخفی و پنهان باشه بله یا نه این عمل انسان در لایه های زیرین و در اعماق زیرین زمین جای گرفته باشه و در, در گام سوم می فهمد فتکن فی سخرتن در دل سخره های سنگی پنهان شده باشه یک عمل کم بله. در این گستره عظیم چی آسمان ها چی زمین و چه هم در دل سنگ ها اگر خود رو مخفی کرده باشه میگه خدای متعال آنقدر قوت و قدرت آنقدر علم و دانایی دانه که یعت به الله خدا هم میفهمه که او عمل تو چی بوده او رو حاضر میکنه و هم توان و قوت و قدرت ایر داره که اون عمل رو حاضر کنه هم بحث علم الهی رو اشاره میکنه و هم توان و قدرت الهی رو میای مطرح میکنه که یعت به الله خدا همو عمل رو می آورد حاضر میکنه بحث تجسم اعمال هم اینجا میتونه به یک شکلی میکنه. درگیر کنه بحث تجسم اعمال حالا بیشتر از این که تجسم اعمال رو بیای مطرح کنه اصل حاضر شدن عمل انسان هست و گستره علم الهی بله میگه ان الله لطیف خبیر خدا هم لطیف است هم خبیر لطیف یعنی کسی که عالمه منتها عالمه به اون زوایای پنهان علم داره اما باریک بینی در این علم او برجسته است خبیر هم هست یعنی خبرویت در این علم و دانایی هم داره بله. یه تصویرگری بسیار عجیب و دقیقی در این آیه هست که میگه این عمل شما که اولا اندازش چقدر باشه که به اندازه دانه خردل باشه که حالا فکر کنم تعبیر فارسی این بودش بگیم به اندازه سری اگر باشه که اگر در دل سنگ بلد. باشه اگر در لایه های زمین پنهان شده باشه یا اگر در آسمان ها باشه یعنی نهایت پوشانده بودن و مخفی بودن ایره پیش خود ای دقیقت آشکار هست که میتونه ایره خود عمل بیاره برای شما پیش چشم شما مجسم کنه بله قطعا همین هم هست و این میتونه ای رو به انسان تذکر بده که اعمال او حفظ میشه عمل کرده انسان محفوظه چون گاه تصور میشه عمل هم مثل گفتار میره گفتار رو میگن باد هواست ایده عمل رو هم گره زدن به همین گفتار البته خب حتی خود همین گفتار هم نوعی از عمل هست دیگه باید. در معنای کلی هست که یه همی هم یعنی گبی که الان من و شما اینجا با جناب عالی اینجا یک گفتگو یک صورت میگیره حرف حرفی ای در محضر خدا هست و این گوب ای ای حساب کتاب باره. در سوره مبارکه قاف خدای متعال میفهمد هر چیزی که از دولب انسان خارج بشه که لفظ بله. میگن بله ما یلفظ من قول اِلَّا لدیه رقیب و میگه هر حرفی که تو بزنی هر لفظی که از مقوله گفتار باشه بله. از دولب تو خارج بشه از دهان تو بیرون بیفته قرآن میگه ما در کنار او لدیه رقیب و عتید دو تا ملک دانیم مراقبن برنی ای که فرمود و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین دو تا ملک مقربه بر شما موکله بر شما هستن او کارایی که میکنند رو شما انجام میدین اونو می ای این کار هم میتونه رفتار باشه و هم همون چون که شما فرمودید میتونه اصل گفتار انسان باشه گفتار انسان هم جزء عمل کرده او میتونه باشه لذا در فردای قیامت خیلی به خاطر زبان خو اذیت میشه بله. و آن سخنهای رو کشدمت ما رو کشدم گردد و گیرد دمت همین قول هست حالا نه کنیم از این آیات که ما مشابه هم داریم انشاءالله در قسمت بعدی اگر انشاءالله. اجازه باشه ما برخ از اون آیات رو عرض میکنم بله. اولا خردل یعنی یک چیز بسیار بسیار کوچیک دانه های خردل یک گیاهی که دانه های ریزی داره که بسیار اینها آ... کوچک هستن. ریز هستند خدای متعال مگه عمل کرده انسان هر چند کوچک و کم باشه هر چند مخفی و مستور از دیدگان مردم باشد بله. اما خدای متعال این قوت و این دارایی و آگاهی رو داره که او عمل رو بتونه به صحنه حاضر کنه و بعد با توجه به احزان او و با توجه به اون عمل او زمان میشه فما عمل مسقال ذره خیرن یره و ما یعمل مسقال ذره این عمل خردل برد. اگر شر باشه موجب تنبیه انسان میشه و اگر خیر باشه اسباب تشویق آدمی رو میتونه رقم بزنه انشالله از خدا میخوایم که دو دنیا در محضرش ما جز کسایی باشیم که اعمال نیکی داشته باشیم و این اعمال نیک باعث سرفرازی ما به درگاه خداوند باشه انشالله اجازه بیتین را با بینندگان گرامی یک میان برنامه رو میبینیم باز برمیگردیم خدمت شما ایدانه بست سلام دوباره خدمت شما همراهان عزیز و گرامی تلویزیونی جهانی هادی مخصا شما بزرگوانایی که تازه به جمع پیوستید و این برنامه رو بینید شما بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم هستید با موضوع حکمت های قرآنی نصایح پدرانه لقمان حکیم در واقع بخشی از سوره مبارکه لقمان که در اونجا خداوند از زبان لقمان میآید موعظه ها و نصیحت او به با پسرش بازگو با میکنه که این موعظه ها و نصیحت ها نه تنها برای پسر لقمان که چراغ راه همه انسان ها مخصوصا ما مؤمنان و مسلمان ها است اجازه بدین که برگز خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو بود. بله جناب روحانی بزرگوار درباره احاطه علمی خداوند میخواستید یک سری باهی دیگری از قرآن برای ما و بینندگان ما بیان بفرمایید. ولی این رو که خدای متعال از زبان لغمان فرمود عمل او رو حاضر میکنه ما آیات دیگری هم داریم که بر همین میزان خدای متعال آمده اون احاطه و اشراف کامل علمی خود رو نسبت به عمل کرده آدمی مطرح کرده است در چند جای قرآن این آیات دیده میشه از جمله در سوره قمر میفهمد و کل صغیر و کبیر مستطر عمل کوچیک باشه یا بزرگ باشه قطعا مستوره یعنی نوشته شده هست به از این سطر بله گرفته شده بله این عمل رو خدای متعال نگاه به روز درشتی هم نمیکنه وقتی که عمل بود چون خدای متعال عمل انسان رو حفظ میکنه عمل او رو قرار هست نگه داره که با توجه به همین عمل هم انسان مورد تقدیر یا تنبیه قرار بگیره لذا فمود با کلو و کل و صغیر و کبیر مستطر یا در سوره مبارکه حاقه میفرماید که یوم ازن این توارزون فردای قیامت همه آشکار میشه دیگه کسی نمیتونه پنهان کاری کنه کسی نمیتونه تقلب کنه از ویژگی های دنیا اینه که گاه ظالم و مظلوم جای خود رو با هم عوض میکنن خیلی ظلم کرده اما یک ماسکی به چهره گرفته از انسان های مظلوم با ای که ظالمه اما قیامت نماد, نماد, بزرگ امروزش متاسفانه دولت آسیب اسرائیل هست که ظلم میکنه کشتار میکنه مظلومان میکشه ولی در این حال خودش مظلوم جلوه خودش خدا شما خیر بده بلد. بله, بهترین مستاق که وقایع تن خیر ما مشاهده میکنیم در بلد. قلب جهان اسلام اولین قبله مسلمان سیار ها میرنجانه بله ها. خب اینجا که میفرماید فرماید یوم از این تعرزون همه شما عرضه میشین در مقابل خدا از همون اولین تا آخرین که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون همه ای انسان ها رو خدا جمع میکنه قیامت یوم الجمع هست یعنی همه جمع میشن همه افراد بهم. بعد از این که فرمود یوم از این تو آرزون بعد میفهمد حال که شما آمدید در معرض پروردگار قرار گرفتید و عرضه شدید به خالق یکتا لا تخفا کم خافیه هیچ چیزی هم مخفی نیست قیامت یوم هم بارزون هست یعنی هر چیز ظهور و بروز داره همه چیز آشکار هست دیگه مخفی بودن و مخفی موندن اینها معنا نداره پس این آیه یوم از این تو ارزون لا تخفا من کم خافیه هم در همین ردیف میتونه بحث رو تبیین کنه بلد. آیه بهتری که باز در سوره مبارکه آل امران داریم آیه سیوم میفرماد یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محذرا فردای قیامت هر کسی که کار خیر کرده کار خیر و خور میبینه دستی گرفته خب همین دستگیری از فقرا و مستمندان و معرومان یک زلزله آمد و قسمتی از میهن ما رو ویران کرد و اما الحمدلله خیلی آمدن از این مصیبت زده ها دست گرفتن از امتحان سربلند بیرون شدن الحمدلله موفق شدن خب خدای متعال میفرماد کسانی که این خیر رو انجام دادن فردای قیامت خیر خود رو میبینن یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر مخزنا بعد در کنار او اشاره به یک چهره دیگر هم میکند که و ما عملت من سوء یک کسانی هم هستن که متاسفانه کار بدی انجام دادن کارهای شر و سوی از اونها صادر شده اینها هم عمل خود رو میبینن و ما عملت من سو تود ان بینها و بینه او عمدم به ایدا آرزو میکنه که بالاترین فاصله ها بین او و عمل کردی و باشه یعنی هیچگاه عمل کرد خور نبینه این اوج پشیمانی رو بله. بیان میکنه و در ادامه میفرماید و وجد و ما عملو حاضر و او کارهایی که کردن رو همه و همه حاضر میبینن شاهد میبینن اینها خدای متعال به صحنه کشیده بله. و قرار هست با توجه به همین عمل کرد بیای مردم رو تقسیم کنه ما در دنیا مردم با توجه به مقسم های متعددی تقسیم میشن با توجه به اعتقادات عمل کرده ها قد و قیافه رنگ و چهره زبان و لحجه همه این ها میتونه تقسیم بکنه انسان ها رو اما فردای قیامت میاین با توجه به عمل انسان رو تقسیم میکنن اگر عمل کرده و خیر باشه میشه وسیق الذین اتقوا ربهم رب الی الجنه زمرا اونایی که خیر کردن میرن بهشت اما اونایی که و ما عملت من سوئین کار سوء و خیر شر از اونها صادر شده متاسفانه اینا کسانی که ما سلککم فی سقر چرا جهنمی شدیم اینا همونایی هن که سم مردد ناها اسفل از سافلین برن به بدترین و زیرین ترین جایگاه جهنم جای میگیرن نستجیر بالله همه اینها رو کادم کنار هم مگذاره به دوبیتی بابا تاهر اوریان میرسه که گفت مگو مکن کاری که بر پا سنگتایو جهان با این فراخی تنگتایو, تنگتایو. چو فردا نام خانان نام خوانن تو را از نام خاندن ننگتایو فردای قیامت که کارنامه ها رو تقسیم میکنن در سوره حاقه خدای متعان یک سحنه ای رو در قیامت تصویر میکنه که انشالله آه. ما جز همین افراد باشیم که کتاب عمل اینا رو به دست راست نمید اصحاب یمین اصحاب یمین اما اصحاب شمالی هم هستن که مجموعه عمل کرده دنیایی اونها رو به گردن اینا مندازن یا به دست چپ اینا مدن یا از پشت بر اینا تسلیم میکنن خب اینا کسانی هستن که آرزو میکنن که یا لیت ها کانت القاضیه. ولم ادر ما حسابیه ای کاش همی حالا بمیرم از دنیا برم مرگ و نابودی مجددا به سراغ ما بیایه و ای کاش هیچگاه حساب و کتابی نمی بود او هم ظلم ها جنایت ها و حق خوری ها و حق پوشانی هایی که ما در دنیا انجام دادیم متاسفانه او ظلمت ها او ها تبدیل به ظلمت در قیامت شد اینها همه آیاتی است که جزء شواهدی است که خدای متعال اعمال ما رو حاضر میکنه آخرین آیه رو هم عرض بله، کنم بله، بله، بله. آیه 49 هم از سوره مبارکه کهف است که خدای متعال در اونجا میفرماید فردای قیامت که میشه ادعی میان میگن مال هاذ کتاب لا و صغیرا ولا کبیرتن خبیرتن. الا احسا ای چی کارنامه ایه وقتی که کارنامه ها رو تقسیم میکنن انسان نگاه میکنه عملکرد دنیای دنیایی شهست سال هفتاد ساله خور یک باره میتونه مشاهده کنه انگوش تعجب به دهان میگذاره از سر تعجب سوال میکنه که مال هذا کتاب ای چی نوشته ایه ای چی پرونده ایه همون اعمال کوچیک رو هم آمده حتی ثبت کرده فروگذار نشده است در این کارنامه و در این صحیفه عمل کرد صغیرتا ولا کبیرت الا احساها مگر اینکه این کار اگرچه که ریز و درشتم باشه اینجا احسا شده و وجد ما عملو حاضرا هر کاری رو که کردن حاضر میبینن هر عملی رو که انجام دادن در مقابل خود خو مشاهده میکنن و در پایان خدا یک قاعده ی کلی مطرح میکنه که ولا یزل ربک احد قرار نیست که به کسی ظلم بشه یعنی اگر بنده عملی رو انجام داده باشه اون فردای قیامت این عمل گم شده باشه از بین رفته باشه کنه خدا داره برم ظلم میکنه با فقدان این عمل بل. عمل نیست کار خیلی انجام داده فعلا نیست یا شری انجام داده باشه از قلم افتاده باشه این ظلم است که اگر خیری کرده باشیم نیاید یا شری کرده باشیم به حساب نیاید البته یک اصل حاکم بر این مسئله داریم برد. به نام توبه که اگر انسان بیایه با آب توبه وجود خود رو تطهیر کنه خدای متعال میگه نه تنها او اعمال زشت قبلی طور از بین میبرم اونها رو ندید میگیرم که فاولا که کان یبدل الله هی حسنات اون گناهان رو هم تبدیل به حسنه میکنم این اکسیریست که در توبه و رجوع به خدا وجود داره و البته گاه هم متاسفانه انسان اگرچه که بار سنگینی و کارنامه سنگینی از حسنات داره کار خیر خیلی انجام داده عمل صالح فراوان انجام داده اما چون بعدی آمده یک عمل کرده زشتی از خود خو به یادگار گذاشته این عمل زشت متاسفانه روی تمام خوبی های می پوشانه. همون چیزی که حکما و متکلمین در لابلای مباحث کلامی بحث میکنن یک اصلی داریم به اسم احباط اگر انسان یک عمر مؤمنان زندگی کرده باشه اما لحظات پایانی عمر شرک بر خدا قائل باشه ای سبب بشه همه عملی از بین بره بله و ایره خودش از بین برده نه خداوند در حقش ظلم کرده باشه بلیو. خب سپاسگزار هستیم باز هم اجازه بدیم که یک وقفه ای بگیریم همراه با بینندگان باش. عزیز و گرامی ملت مظلومی هستیم سالها بلکه دهها رنج جنگ و بیخانمانی و ظلمهای های را چی از ناحیه خارجی و چی متاسفانه از ناحیه داخلی خودمان تحمل کرده ایم ما ملت مظلوم افغانستان طبیعی است که مظلومیت و جنگ و کشتار و انفجار بهتر و دقیقتر درک کنیم از همین خاطر است که جا دارم ما بیشتر با مردم مظلوم فلسطین مخصوصا غزه همدردی کنیم بخشی از ملت مسلمان در ایش و روزا اونجا زیر سنگین ترین و حمله‌های نظامی هست تا جایی که به شفاخان هایشان رحم نمیکنند در مکتب هایشان، در مدرس هایشان، در دانشگاه هایشان رحم نمیکنه و هر شب و روزی که ما سپریم میکنیم چی بسا در امن و امنیت صدها کشته و مجروح به شهدا و مجروحان غزه اصافه میشه قلب انسان بسیار بسیار, بسیار به درد میده از خداوند می خواهیم که خودش به داده ما مسلمان ها و مخصوصا مظلومان غزه برسه و این واقعه را به سود و پیروزی مسلمان ها انشالله و مظلومان تمام کنه الهی آمین از همراهی شما تا اینجای برنامه را سپاسگزار هستم دعوت میکنم تا پایانی برنامه که حدود ده دوازده دقیقه فرصت داریم با ما همراه باشید خب جناب روحانی بزرگوار فرمودید که به استناد آیات متعددی از قرآن کریم که بسیار به زیبایی تلاوت کردید و گفتگو فضای گفتگوی ما را اتراگین فرمودین مخصوصا با این اشراف و تسلطی که جناب عالی و آیات مبارکات دارید بسیار ما بهرمن و متلذذ شدیم تصوری ایجاد شد تصویری ایجاد شد که خداوند به تمام معنا عالم محضر خدا هست هیچ چیزی از حضور خداوند پنهان و مخفی نیست کوچکترین حرکتی که بندگانش انجام میده جم جنبنده ای اگر می جنبه ثبت و ضبط میشه و در او دنیا با توجه به تعابیر قرآن پیش چشم انسان گذاشته میشه خب قرآن یا خداوند با این بیانات متعددش در قرآن چه هدفی را هدفی داشته که خب وقتی که ما بفهمیم چون این خدایی هست و چون این احاطه بله. ای علمی بر ما انسان ها و بندگان خودش داره ثم مازا چی نتیجه ای و چی فایده ای برای ما انسان ها داره بله اصلا تو سوال خوبه اصول فراوانی رو میتونه انسان در این مسئله مشاهده کنه که قالب اونها میتونه سازنده باشه میتونه روی کرد تربیتی بر انسان و یک فضای تربیتی رو بره انسان باز کنه اولین اثری که میشه انسان از او یاد بگیره اینه که اگر انسان باور کنه عقیدمند به این باشد که فردای قیامت همه اعمال او ثبت میشه و حاضر میشه این سبب میشود که انسان خود رو اصلاح کنه خود رو تربیت کنه چون چون میداند که اگر انسان خواسته باشه آخرت آبادی داشته باشه این متوقف بر این است که در دنیا اهل کار باشه و این کاری هم باید سبب تولید آخرت آباد بریا باشه قرآن میگه عده اهل عمل هستن اما عاملتون ناسبه عمل که میکنن این عمل نشعه آخرت و در سرای آخرت تولید رنج میکنه بر اینا کار کردن زحمت کشیدن اما چون متاسفانه عمل اینا در مسیر صحیح نشده رنج و غم و تعب و گرفتاری فردای قیامت رو بر اینا رقم بزه. از قضا اسکنجبین سفر. بله اینا همینه عاملتون ناسبه انسانی که باور میکنه عمل کردی و در فردای قیامت بری و تحویل داده میشه و میداند که اگر پرنیان است خود رشته ای و اگر بوته خاره است خود کشته ای این سبب میشه که اولا عمل امروز خود انسان اصلاح کنه سبب جنبه اصلاحی داره بله يعني سازندگی. سازندگی و بله. مسئله تربیتی هست بله و گاه قرآن از همین مسئله و از همین انگیزه برای که انسان دنیای خوربی های اصلاح کنه استفاده کرده درست. مگه در مباحث اقتصادی در داد و ستت ها در خرید و فروش ها ادهی متاسفانه کم فروشی میکنن سنگ کم به ترازی میگذارن حالا چی به شکل معمولی در همین مثلا خرید و فروش های متداول روزانه ای که انسان مرا انجام بده بله. یک پولی میدیم قرار هست یک جنس بره متحویل داده بشه باید بین اینا تناسب باشه که میگم بریم یک کیلو مثلا بانجون رو می بده نمیتونه 900 گرم بره بده نه پول بله. یک کیلو رو بگیره اگر کار کنه کم فروشی کم فروشی قران ای رو تدفیف نام گذاشته ویل للمتففین کیاین وای بر متففین کم فروشا میگه الذين اذا و على الناس يستوفون وقتی که ما یه چیزی بخره حواس خور جمع میکنه که کلا سری تمام کمال دریافت کنه بله به تمام حق خور استیفا کنه اما خب اشکالی هم نداره مشکل اینه که و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون اما وقتی که خودم خود ما در قالب یک فروشنده قرار است ظهور و بروز کنم تمام قصدم اینه که طرف رو به زمین بزنم کلا سریاب بگذارم این آمردیه پول کمتر بله کالای بیشتری بگیرم این در خرید و فروش های معمول و متداول روزانه هم هست ده. در مو به عنوان یک معلم به عنوان یک کسی که میرم سر کلاس درس میدم در ما هم میتونه باشه و کسانی که مدیریت یک جامعه رو هم بر عهده دارن اگر اون لایقت لائق ها های لازم که برای احراز این منصب لازم بوده در وجودی شکل بگیره و نگیریفته او هم میشه ویل و للمتففین خب حالا انگیزی او چیه چرا خدا آمد ایر صحبت کرد به خاطر چی مای ایر بیای مطرح کنه به خاطر که من اصلاح کنه و اون جنبه اصلاحگری که خدای متعال میای از این جگاه استفاده میکنه اینه که میگه مگه, مگه اینو باور ندارن که قیامتی هم هست الا یزون اولائک انهم مبعوثون لیومن عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین مگه خب تو باور نداری که فردای قیامتی هم هست فردای قیامت عمل کرد تو حاضر میشه کم فروشی بکنی فردای قیامت باید پاسخگو باشیم شما باید کار رو صحیح انجام بدی اما اگر سنگ کلخ رو روی آب بگذاری و, و رچی فردای قیامت باید پاسخگوی تمام طبعاتی رو باشیم نا کنین؟ خدای متعال میایه همین احزار عمل کرد و همین حاضر شدن اعمال ما رو در فردای قیامت مقابل چشم ما میایی بر برجسته میکنه تا عمل کرده امروز ما اصلاح بشه بریم ما میای میگه که اون کسانی که جلوه در محراب و منبر میکنن اما چون به خلوت میرن کارهای دیگر انجام بدن علتی و چیه چرا در مقابل مردم خود رو موجه انجام بدیم اما چون به خلوت میرود صد کار دیگر میکند علتی و چیه حافظ میگه گو یا باور ندارد روز جزا کین همه دلق و دقل در کار داور میکنه ای که ما میبینیم ای میگن و عمل نمیکنند دم میزنند و عمل ندارند ای برخواسته ای از این است که قیامت رو باور نداره اعتقاد به قیامت که فرمود و یصدقون یا صدیقون به یوم الدین در وجود آدم شکل نگرفته بس, بس اولین اثر مبارکه که میتونه توجه به احزار اعمال انسان در فردای قیامت دیشته باشه اینه که میتونه انسان امروز خود رو اصلاح کنه اثر دوم بله. میتونه نیروی محرکی باشه که انسان رو سوق میده به سوی کارهای خیر همین که انسان قیامت رو باور کنه ای که آدمی نظام پاداش و تقدیر و جزا و تنبیه رو در فردای قیامت متناسب و با عمل کرده دنیایی خود خو و, و احزان عمل مد نظر بگیره یک اثری اینه که خب انسان رو دعوت میکنه که بره دنبال کارهای خیر بله و اگر سختی باشه اگر صعوبتی باشه در این مسیر همه اینها رو به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است به ارادت ببرم درد که درمانم از اوست سهره فرعون بعد از اینکه دیدن موسا واقعا پیغمبر کاری و معجزه است نه و شعبده گفتن قالو آمن ما برد به موسا و هارون ما که تسلیم خدای موسا شدیم تسلیم شدیم و تمام وجود همین بله، گفتن فرعون تهدید کرد همه تهدیدهای فرعون که تمام شد گفتن لا زیره انا الی ربنا منقلبون سختی ها رو تحمل کردن چرا؟ چون گفتم ما بر بگردیم پیش خدا این جان عالیت که به حافظ سپر دوست روزی ببینم و تسلیم بی کنم حالا درست تو میه اینجا از ما یک جان میستانی بله اما خدای متعال در قبال این صبر در مقابل این شکیبایی در مقابل این ایمان و تحمل این همه سختی ها و مرارت ها فردای قیامت قرار از ما تقدیر کنه تشکر کنه همین عمل ما رو حاضر میکنه و بعد اونجا از ما تشکر دقیقه آخر هست و نکته آخر رو اگر کوتاه بفرمایید آخرین اثری هم که هست اینو که انسان رو باز مداره از کارهای زشت انسانی که باور میکنه عمل کردی و پیش خدا بله. حاضر میشه دیگه تن به گناه نمیده از معصیت فاصله میگیره که این <تصفح> حدیث هم چه خوش آمد که سهرگه میگفت بر در میکده با دف و ترسایی گر <تصفح> بله. دینداری همین است که حافظ داند وای از آن که از پس امروز بود فردایی. فردایی آدمی که فردای قیامت رو باور کنه امروز دیگه دنبال گناه نمیره بسیار سپاسگزار هستیم از شما جناب های روحانی بزرگوار بنده که بسیار بسیار بهره بردم مخصوصا به برکت آیاتی از قرآن کریم که از زبان سلام. بزرگوار شما بزرگوار جاری شد در این گفتگو امیدواریم که شما بینندگان عزیز و گرامی هم از این حکمت های قرآنی خوشه برچیده باشید و چراغ راه زندگی خودتان قرار داده باشید ما را هم دعا کنید همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی بزرگوار برای شما شب خوب و خوش آرزو میکنیم شما را به خداوند متعال میسپاریم الله یار و نگهدارتان باشه <applause>